احتمالاً در زندگیتون موقعیت‌های پیش اومده که به کشمکش غرق شده و شما رو ناراحت یا عصبانی کرده. در این برنامه بهتون یاد میدم که چطور در اون شرایط اوضاع رو آروم کنین و با اعتماد به نفس بیشتر با اختلاف نظرها کنار بیاین. برای همه ما پیش اومده که با اطرافیانمون اختلاف نظر داشته باشیم. در محیط کار و زندگی ما افراد متعددی با ذهنیت‌ها و باورهای متفاوت در رده‌های سنی مختلف هستند و برای همین اختلاف نظر اجتناب ناپذیره. راستش اگه هممون یه جور فکر می‌کردیم زندگی خیلی کسل کننده می‌شد، نه؟ اختلاف اگه به خوبی مدیریت بشه میتونه خیلی مفید باشه. اختلاف موتور نوآوریه و یه فرصتی بهمون میده تا دیدگاه‌های آدم‌های مختلف رو بشناسیم، درک کنیم و بفهمیم پشت طرز تفکر آدم‌ها چه تجربیاتی خوابیده. مشکل وقتی شروع میشه که اختلاف نظر تبدیل به جنگ و دعوا بشه. یه راه حل مفید اینه که نسبت به حرفهای بقیه کنجکاو باشی. یادم یه روز یکی یه نصیحت عالی به من کرد و گفت با هر کسی که برخورد میکنی واقعا فکر کن عجب آدم جالبیه. این رویکرد میتونه خشم و عصبانیت ما رو نسبت به اون فرد خونسا کنه. مدیریت احساسات خودمون یه بحثه، اما کنار اومدن با احساس خشم و ناامیدی بقیه یه بحث کاملا جداست. برای همین یه وقتایی احساس میکنین از نظر عاطفی توی رینگ بوکس قرار دارین. یه داستان شنیدنی از گوتاما بودا این راه حل رو به خوبی توضیح میده. بودا یه روز داشت برای جمعی صحبت میکرد که یه رهگذر عصبانی اومد جلو و شروع کرد به توهین کردن و فحش دادن به اون. بودا با آرامش بهش گوش داد و وقتی که رهگذر حرفش تموم شد بودا رو کرد به جمع و ازشون پرسید اگه کسی به یه نفر هدیه‌ای بده و اون فرد هدیه رو نخواد و بخواد پسش بده، اون وقت هدیه مال کیه؟ مخاطبانش جواب دادن خب البته مال کسی که هدیه رو داده. رهگذر عصبانی هم داد زد هر آدم احمقی جواب این سوالو میدونه. بودا ادامه داد پس وقتی که کسی خشم و توهینش رو به شما هدیه میده، این دست شماست که بخواین خشم و توهین رو بپذیرید و اون احساسات بد رو نگه دارید یا بذارید مال کسی باشه که اونا رو به شما داده. من فکر میکنم که این پیام خیلی ارزشمنده. وقتی آدم ها از دست شما عصبانی میشن، به شما بستگی داره که بخشی از اون خشم و عصبانیت رو قبول کنید یا بذارید پیش همون فرد بمونه. وقتی با کسی دچار اختلاف میشین، قبل از اینکه کنترل اوضاع از دستتون در بره، باید از الگوی آرام کننده استفاده کنی. الان براتون توضیح میدم این الگو چیه و چند مرحله داره. گوش کردن، همدلی، همدردی، پرسیدن ریشه خشم، توافق بر سر نقشه راه و در نهایت پیگیری انجام اون نقشه. مرحله اول گوش دادن به فرد مقابله. بذار این طرف مقابل حرفشو بزنه و تخلیه بشه و استرابای خودشو خالی کنه. وسط حرفش نپرید. مرحله بعد اینه که بهش نشون بدید درکش میکنی. نمیگم باش همراهی یا موافقت کنی، نه، اما مثلا بهش بگین متاسفم که اینجوری احساس میکنی. قدم بعدی همدلی کردنه، یعنی خودتون رو جای طرف بذارین و از نقطه نظر اون به ماجرا نگاه کنید. از زاویه باورهای اون مسئله رو ببینید. این مرحله خیلی مؤثره. در قدم بعدی باید از طرف مقابل بپرسین دقیقاً از چی عصبانی هستی. کمکش کنید که با خودش رو راست باشه و تشخیص بده ریشه خشم و ناامیدیش دقیقاً چیه. بعد با هم یه فهرستی تهیه کنید از کارهایی که از الان به بعد برای حل مشکل باید انجام بشه. شروع کنیم به انجام اون کارا. این روش برای خاموش کردن آتش دعوا و مدیریت دعوا بسیار مفید و موثره. همینطور حواستون باشه که آیا شما در ناخودآگاهتون نسبت به شخص یا موضوعی متعصبی یا جهتگیری خاصی دارید یا نه. چون ما اغلب اوقات رفتار آدم‌ها رو از چارچوب دنیای خودمون تحلیل می‌کنیم.
با همون جهتگیری‌های از پیش شکل گرفته در ذهنمون و همون تعصبا. این باعث میشه پیام فرد مقابل رو تحریف شده برداشت کنیم. بنابراین همیشه یادتون باشه وقتی اختلاف نظری بروز میکنه از پیش‌فرض‌ها و تعصبات ذهنیتون یه قدم فاصله بگیرید. یادتون باشه جلوی اختلاف نظر رو نمیشه گرفت، اما جلوی مشاجره و دعوا رو حتما میشه گرفت.